قسمت 77 انتخاب رشته عمه. خواهش میکنم حرکت کنید. بهتون التماس میکنم. چه شده عمو؟ نکنه مدرسه دیر شده؟ کاش مدرسه هم دیر شده بود. دارم میرم فرودگاه دنبال خواهرم. اگه همینطوری تو ترافیک گیر کنم و دیر برسم قشقرق به پا میکنه. چرا زیرابی نمیره؟ بله آقا. خط ویژه اتوبوسو میگم بنداز تو خط ویژه و بگاز بی درد سر. نگرفتی؟ ترس عمو، یه خورده مرد باش. یه وقتای واسه تصمیمات بزرگ گرفت و دل و زد به دریا. چه خوبه، چه تصمیم خوبی بود. راست میگفت آقا، یه وقتایی باید آدم فکر رو بذاره کنار و دل رو بزنه به دریا. با منی؟ نه، مثل این که خراب کردن به ما نیومده. عموی کجایی پا؟ بابا چرا اینقدر فکر میکنی تو؟ ده بارو دیگه. فکر کنم کار درستی نباشه، بهتره یکم دیگه صبر کنم. هر جور عشقته، ما که رفتیم. گرفتنش. برایید. سلام خواهر، مقدم شما را در بازگشت به وطن تبریک میگویم خواهرم. خوبه خوبه، من وقتی این تعارفا رو ندارم. تا همینجوشم کلی از زمان طلاییم به هدر رفته. واقعا باید منو ببخشی، جبران میکنم خواهر. چطوری؟ به جام کنکور میدی؟ نه 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 نه، همون یه باری که کنکور دادم برای 7 پشتم بس. میگم که چرا اینجا نشستیم؟ بلنشیم بریم خونه دیگه ها؟ چرا با یک کسیفی؟ پس این شهر کی اوکی میشه؟ وقتی خودمون دست به دست هم بدیم و درستش کنیم اوکی میشه. چه حرفا؟ به جای این حرفا سعی کنیم بیاین اون بر آب زندگی کنیم. نمیشه خواهر من، دلمون اینجاست، پیش خونواده، فامیل، در و همسایه. تازه من اگه یه روز این شهر رو با همه شلوغی ها و ترافیکش نبینم دلم میگیره. خب حالا چی شده تصمیم گرفتی اینجا بری دانشگاه؟ راستش من اونجا که بودم تو چند تا رشته مختلف ثبت نام کردم، ولی از هیچ کدومشون خوشم نیومد. گفتم بیام اینجا هم یه مدتی پیش شماها باشم، هم دانشگاه‌های اینجا رو امتحان کنم. امیدوارم این بار درست تصمیم گرفته باشی خواهرم. یادت اولین باری که کنکور دادی می‌خواستی چه رشته‌ای بخونی یا چی کاره بشی؟ خب معلومه، خانم دکتر. منو میگه خانم دکتر چه کلاسی داره؟ آی 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 چی شد داداش جون؟ هیچی خواهر، اومدم سیب پوست بکنم دستم زخمی شد. میشه برام ببندیش لطفاً؟ دست تو بردار ببینم. خواهرم قش کرد. سال بعدش تصمیم گرفتم مهندس بشم. نه
خیر بیفایده است. بسپاریدش به من. تموم شد بابا، میتونید استارت بزنید؟ ظاهرم باید تو تصمیمم تجدید نظر میکردم. بعد از اون تصمیم گرفتم تو رشته تربیت بدنی شرکت کنم و ورزشکار بشم، ولی مثل اینکه استعداد لازم برای این کارم نداشتم. خب آقای پروفسور قلمرغی در استودیوی ما حاضر است، متخصص روانشناختی مرغ. آقای پروفسور، به نظر شما اول مرغ بوده یا تخم مرغ؟ لطفا دلیل فلسفی خودتون رو به ما و بینندگان عزیز بفرمایید. سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. باید خدمتتون عرض کنم که دلیل فلسفی من برای این بود که تصمیم گرفتم برم فلسفه بخونم. آه، بودن یا نبودن، اول تخم مرغ بوده یا مرغ؟ اول مرغ یا تخم مرغ؟ اصلا خودت بگو ببینم کدومتون بودین اول؟ کجایی خواهر جون؟ چرا حرفی نمیزنی؟ به چی داری فکر میکنی؟ به گذشته، به کارهای مختلفی که تو الان انجام دادم. میدونی خواهر جون، خیلی خوبه که آدم واسه زندگیش هدف داشته باشه، ولی دنبال کردن هدفها از روی هوس و احساسات بدون شناخت کافی معمولا نتیجهی بجز پشیمونی نداره. برای همینم وقتی میخوای تصمیم بگیری که هدفی رو دنبال بکنی، بهتر اول ببینی چی میخوای، چه راهی رو باید بری و چقدر وقت و انرژی باید بذاری. بازم مثل قدیما شروع کردی به سخنرانی؟ گاز بده زودتر برسیم. دلم برای آقا جون اینا یه ذره شده. ای 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 این آقا هست؟ ای وای، بدبخت شدم. خب آبجی خانم، انقدر ساکت نباش، تعریف کن ببینم بعد از مدت تا این همه راه کوبیدی اومدی اینجا که چه رشته ای رو بخونی. خب میخوام حشره شناسی رو ادامه بدم. اه چه جالب، بگو ببینم. بعد اون وقت این تصمیم به این بزرگی رو خودتون به تنهایی گرفتین؟ داداش منظورم اینه که مطمئن این رشته رو دوست داری، وگرنه قصد خاصی که نداشتم آبجی خانم. یقیناً حشره شناسی خیلی کار جذابیه، من عاشق حشراتم. خب خواهیم دید. نه گفتم داریم میرسیم دیگه. ببینم داداش، آدامس تو ماشینت نداری؟ فکر کنم همون جلو باشه، بگردی پیدا میکنی تو داشبورد. آخه خواهر من، تو که گفتی عاشق حشراتی، دیگه باید یه فکر اساسی برای خودت بکنی. عزیزم میشه به من بیشتر توضیح بدین؟ همونطور که گفتم خیلی کارا کردم ولی اصلا موفق نبودم. اگه میشه در مورد کاری که کردیم برام بگیم، چه شغلی رو امتحان کردیم؟ هر شغلی رو که بگیم، اول دوست داشتم دکتر بشم، بعد دیدم از رنگ خون حالم بد میشه، بعد تصمیم گرفتم مکانیکی یاد بگیرم که اونم کار من نبود. یه روز فکر کردم عاشق فلسفم، ولی اونم دشمنو دیوونه میکرد. تو خارج پرستار بچه شدم، بازم نشد. نمیدونم چه شغلی مناسب منه. پس اینطوری که شما گفتین خارج از ایران زندگی میکردین، زبانتون خوبه؟ بله. خب خانم جوان، به نظر من واقع بینانه ترین تصمیمی که شما میتونین بگیرین اینه. این پیشنهاد من به شماست. به نظر من اگه این کار رو انجام بدین به هدفتون میرسین. خب بچه ها، درس انگلیسی امروز رو با هم شروع میکنیم. لطفا به تلفظ من دقت کنید و بعد از من تکرار کنید. خب شروع میکنیم. To decide یعنی تصمیم گرفتن. To decide